بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شاگردای عزیز عرض سلام دارم. امیدوار هستم که همه شما صحتمند و سر حال باشین تا انشاءالله یک درس جدید از بیولوژی صنف نهم را با دقت تماشا بکنین. درس بیولوژی ما در صنف نهم رسیدیم به فصل ششم و مبحث سیستم عصبی. صحبت ما در درس قبلی در رابطه با مغز بود، بخش‌های مختلف مغز را برای شما شاگردای عزیز تشریح کردیم و گفتیم که مغز دماغ شامل سه بخش اصلی هست: دماغ اکبر، دماغ اصغر و ساقه مغز، که شروع کردیم به تشریح هر کدام از بخش‌های اونا. ابتدا دماغ اکبر را در جلسه قبل برای شما شاید عزیز تشریح کردیم و گفتیم که دماغ اکبر مرکز ادراکات، مرکز حافظه، مرکز یادگیری است و بزرگترین بخش مغز در حقیقت تشکیل می‌ده که دارای برجستگی‌ها و فرو رفتگی ها هست و دارای دو نیم کره چپ و راست هست و جزئیات دیگری که برای شما شاید عزیز بیان کردیم. حالا در درس امروز میایم به سراغ این که گفتیم دماغ اکبر، البته مربوط درس قبلی شماست، دماغ اکبر را گفتیم که خودش شامل دو مرکز هست که تالاموس و هایپوتالاموس باشه، مراکز عصبی در دماغ اکبر شامل دو بخش بود شاید عزیز. یک بخش از مراکز عصبی بخش تالاموس بود و دیگهش بخش هایپو تالاموس بود که حالا ما شما میام در رابطه با هر کدامش بحث شروع میکنیم. تالاموس شاید عزیز او قسمتی از مرکز عصبی در دماغ اکبر هست که وظیفه‌ش است که اطلاعات را اول تقویت بکنه و بعد بفرسته به قشر مربوطه در دماغ اکبر، که ایرم برای شما بیان کرده بودیم درس قبل. حالا میایم به سراغ هایپوتالاموس که در حقیقت شروع درس جدید هست. هایپوتالاموس موقعیتش دقیقا شارده عزیز به جگه شما براتون نشته میکنم، موقعیت در زیر تالاموس هست، جایش در داخل مغز، در داخل دماغ اکبر و در قسمت تحتانی تالاموس قرار داره. خب اما چه وظیفه ای را انجام میده؟ وظیفه هایپوتالاموس تنظیم بسیاری از اعمال حیاتی بدن، از جمله اعمال حیاتی مثل تنفس و ضربان قلب هست. پس تالاموس وظیفش، هایپوتالاموس وظیفه شارده عزیز نشته میکنیم که عبارت است از دو وظیفه اصلی مهم که عبارت باشه است. البته یک وظیفه کلی براش بیان کردیم که تنظیم اعمال حیاتی است، تنظیم اعمال حیاتی بدن که شامل تنظیم ضربان قلب و تنظیم تنفس باشه. این دو وظیفه مهم را شاید عزیز انجام میده و ما میایم در ادامه بحث برای شما شاید عزیز میگیم که هایپوتالاموس علاوه بر این وظیفه‌ای که نشته کردیم تنظیم اعمال حیاتی بدن، میایه و مرکز احساس گرسنگی و تشنگی را هم در حقیقت تشکیل میده. پس وظیفه یک وظیفهش ای شد، وظیفه اولش ای شد، وظیفه دومش شاید عزیز چی است؟ میگیم مرکز تشنگی و یا بر احساس تشنگی و گرسنگی است. یعنی اگر برای ما آب کافی نرسه احساس تشنگی میکنیم. این احساس تشنگی در حقیقت از کجا نشأت میگیره؟ از فعالیت بخش هایپوتالاموس در دماغ اکبر ما. و وظیفه دیگه شاید از این است که مرکز تنظیم حرارت بدن هست. وظیفه سوم مرکز تنظیم حرارت بدن. شما میفهمید که بدن ما درجه حرارت ثابت 37 درجه داره و این 37 درجه شاید عزیز تنظیماتش که همیشه ثابت میمانه مربوط میشه به بخش هایپوتالاموس در دماغ اکبر و همچنین مرکز تنظیم فعالیت های غدوات ترشح کننده هورمون ها هست. این هم وظیفه خیلی مهم هست، مرکز تنظیم ترشحات هورمون ها هست که در حقیقت غدوات اندوکراین را تنظیم میکنه تا مقدار ترشحات هورمون های خودشان را اونها بتونن هماهنگ بسازن. این مطالبی که براتون بیان کردیم مربوط میشد به
بخش دماغ اکبر. حالا میام به سراغ دومین قسمت از مغز. مغز گفتیم سه قسمت داره: دماغ اکبر، دماغ اصغر و همچنین ساقه مغز. حالا میام به سراغ بخش دومش که دماغ اصغر باشه. دماغ اصغر از چه بخش‌های ساخته شده و چه کارهایی را انجام میده؟ شاید عزیز، دماغ اصغر اول موقعیتش را براتون بگیم و بر روی مدل هم نشان بدیم. موقعیت دماغ اصغر در قسمت تحتانی یا در زیر دماغ اکبر هست و پشت ساقه مغز. پس اولین چیزی که اشاره میکنیم موقعیتش هست. گفتیم موقعیت دماغ اصغر در زیر دماغ اکبر هست و در عقب ساقه مغز. خب بیایم روی مدل همین موقعیت رو برای شما شاهد عزیز نمایش بدیم. اینجا ما یک مدل مغز داریم که دماغ اکبر رو برای شما شاهد عزیز در جلسه قبل نشان داده بودیم. قشر دماغ اکبر رو مشاهده میکنیم که بخش عظیم و بیشترین قسمت مغز رو تشکیل داده. خب میایم این رو میچرخانیم تا شما جایگاه دماغ اصغر رو ببینین. ببینین این دماغ اکبر هست و در زیرش یا در قسمت تحتانیش دقیقا چی هست شاید عزیز؟ اینی قسمتی که من براتون اشاره میکنم جای دماغ اصغر هست که اگر من این رو برای شما کامل بردارم بیخی براتون معلوم میشه. دقت کنین این بخش مغز رو من از جش برداشتم. او چیزی که مانده که در دست من نیست او چی هست؟ دماغ اصغر هست و این که نشه کردیم عقب ساقه مغز. اینی برامدگی یک ساقه مغز شده عزیز که در اینجا ما شما میبینیمش در عقب ساقه مغز و در قسمت زیر دماغ اکبر جای هست که دماغ اصغر موقعیت داره. خب بیایم ادامه صحبت داشته باشیم که دماغ اصغر چه ویژگی های دیگه داره. همچنان که دماغ اکبر رو دیدین که دارای دو نیم کره بود، دماغ اصغر هم شده عزیز این ویژگی رو داره، دارای دو نیم کره هست. نیم کره که میگیم یعنی نیم کره چپ و نیم کره راست. بار دیگر روی مدل این دو نیم کره رو بر شما نمایش میدیم. ببینین نیم کره چپ نیم کره هست، یعنی دو بخش داره، سمت راست و سمت چپ که اصطلاحا میگیم دو نیم کره هست. خب وظیفه چی است؟ ما میایم به سراغ وظایف مهمه که دماغ اصغر انجام میده. دو وظیفه خیلی مهم را دماغ اصغر شاگرد عزیز انجام میده که وظایفش این است که مرکز کنترل حرکات یا تعادل بدن هست. اینجا نشان میکنیم وظایفش. اول مرکز کنترل حرکات و تعادل بدن. ما زمان بدن ما تعادل داره، میتونیم حرکات موزون و حرکات متعادل و صحیح انجام بدیم که دماغ اصغر این وظیفه خودش به خوبی انجام بده. اما چگونه این کار انجام میده؟ سوال اینجاست که دماغ اصغر با کدام مکانیکیت میایه و تعادل بدن را حفظ میکنه و تنظیم حالتهای بدن را در حقیقت ایجاد میکنه. برای انجام این کار باید اطلاعات کافی را از عضلات، از مفصلها که از سیستم اسکلت باشه، از جلد بدن ما و همچنین از چشم و گوش دریافت بکنه. پس مکانیکیت داره برای این که بتونه حالت‌های بدن را تنظیم بکنه، برای که بتونه تعادل بدن را ایجاد بکنه اول باید اطلاعات را از عضلات، از جلد، از مفصل‌ها و همچنین از چشم و گوش دریافت بکنه. بعد از اون چی میکنه؟ بعد از اینکه این اطلاعات دریافت کرد تمام اینها را با هم دیگه هماهنگ می‌سازه تا ما بتونیم یک حرکت پایدار، یک حرکت متعادل و یک حالت موزون را به خود بگیریم. خب این وظیفه اولش بود که برای شما عرض کردیم که مکانیکیتش هم این بود که برای انجام این کار که تعادل بدن ایجاد بشه یا یک حالت تعادل ایجاد بشه باید پیام‌ها و اطلاعات را از جاهایی که گفتیم باید دریافت بکنه، از چشم و گوش، از مفصل‌ها، از عضلات و از جلد. اما وظیفه دومش این است که تصحیح حرکات بدن بعد از فرستاده شدن پیام‌های هست که از دماغ اکبر و نخاع شوکی در حقیقت حاصل میشه. یعنی اون حرکات بدن بعد از
فرستاده شدن پیام‌های حرکی از دماغ اکبر و نخاع شوکی انجام میشه. ببینین برای اینکه ما بتونیم یک حرکت به صورت درست و صحیحش انجام بدیم، اول پیام‌های حرکی از دماغ اکبر و همچنین از نخاع شوکی به ما میرسه و بعد دماغ اصغر وظیفه‌ش است که اینمی پیام‌ها را با هم دیگه مخلوط بکنه و بتونه که یک حرکت صحیح را ایجاد بکنه. پس تصحیح حرکات بدن هست. وظیفه دومش نشته میکنیم تصحیح حرکات بدن هست تا بتونیم ما حرکات صحیح و نرمال را انجام بدیم. خب نکته ای که مهم است یه شاید عزیز که هر گونه صدمه و ضربه بعد دماغ اصغر باعث از دست دادن کنترل و حرکات نرمال میشه و در حقیقت او تعادل بدن ما چی میشه شده عزیز به هم میخوره. اگر دیده باشین مثلا در فیلم‌ها یا جای دیگه امروی یک چوب مثلا اگر صدمه وارد بکنن به قسمت پشت سر که جایگاه دماغ اصغر هست، این دماغ اصغر وقتی که صدمه دید یا یک ضربه خورد باعث این میشه که تعادل شخص به هم بخوره و بفته روی زمین و نتونه خودش کنترل بکنه و حرکات نرمال خودش کنترل داشته باشه. این شد از قسمت دوم مغز که دماغ اصغر بود. حالا بریم به سراغ ساقه مغز که بخش دیگر از درس شما هست شاید عزیز که ساقه مغز براتون تشریح بکنیم. ساقه مغز یک قسمت سوم از مغز ما هست که باید تشریح شود. موقعیتش دقیقا شاید عزیز در قسمت زیر دماغ اکبر هست. پس اول موقعیتش نشان میکنیم در زیر دماغ اکبر هست. خب برای شما جایش نشان بدیم روی مدل. این مدل مغز هست، دماغ اکبر بار دیگه براتون نشون میدم، دماغ اکبر هست قشرش و بعد این دو قسمت پایین که میبینین دماغ اصغر هست و حالا من اینو که بردارم در قسمت زیر دماغ اکبر شما باید جای ساقه مغز رو مشاهده بکنین. این قسمت شده عزیز همون ساقه مغز هست که حالا ما رویش بحث میکنیم که چه قسمت از مغز هست و کدام وظایف را بدوش میداشته باشه. برای شما یک دفعه دیگه برعکسش میکنم تا شما ساقه مغز را بهتر و واضح تر بینید. این قسمت کلید سمه از دماغ اکبر هست و اینی قسمت برامدگی ساقه مغز هست و اون چیزم که اینجا ماندهیم در قشر در عزیز چی هست؟ دماغ اصغر هست. میری دوباره در جش بانم. خب بیایم به سراغ این که ساقه مغز چه کارهایی را انجام میده، وظایفش در بدن ما چی هست. از ساقه مغز از یک طرف به نخاع شوکی وصل است، یعنی همین برآمدگی که من برای شما نشان دادم شاید عزیز این دقیقاً به کجا وصل است؟ به ادامه از این رفته داخل ستون فقرات و نخاع شوکی را ساخته، یعنی از این سمت از طرف پایین به نخاع شوکی وصل است و از طرف بالا به کجا وصل است شاید عزیز؟ به دماغ اکبر و دماغ اصغر وصل هست که در حقیقت میشه گفت این نقطه اتصال دماغ اکبر و دماغ اصغر با نخاع شوکی هست. پس ویژگی دومش این است که از یک طرف به نخاع شوکی وصل می باشد و از طرف دیگه بکنم در چی؟ و از طرف دیگه به دماغ اکبر و اصغر وصل هست. این ویژگی دیگش هست که برای شما شاید عزیز بیان کردیم. خب در ادامه میایم بخش های خود ساقه مغز براتون خود گفتیم که عبارت باشه از نخاع مستطیل و بعضی از معلومات دیگه که انشاءالله در رابطه با سیستم عصبی برای شما شاید عزیز بیان خود کردیم. اما با عنوان کار خانگی شاید عزیز شما باید به این سوالاتی که براتون نوشته میکنم پاسخ بدین. سوال اول ای که باید بگین که وظایف عمده دماغ اصغر چیست و بعد از او باید بگین که موقعیت دماغ اصغر و ساقه مغز کدام است. موقعیت های دوتا رو میگین و وظیفه سوم بخش دیگه وظیفه ساقه مغز را
بیان داره. این با عنوان سوالات کارخانگی شما هست که انشاءالله حتما با رجوع کردن به متن کتاب در فصل ششم کتاب صنف نهم انشاءالله به این سوالات پاسخ‌هایش پیدا بکنید. تا دیدار آینده شما را به خالق یکتا و مهربان بسپارم. خداحافظ.